قیافتن. شما میتونید بیاید حالا اینجا ببینید، در واقع بیاید آرایه هاتون رو تلفیقی قرار بدید. یعنی چی تلفیقی؟ دیگه آرایه نمیشه، اسم اون میشه لیست. من برمیگردم اینجا، برمیگردم میگم دیتا بیاد و استرینگ باشه یا نامبر باشه. خب فقط این رو توی پرانتز قرار میدی و انتهاش هم براکت رو قرار میدی. خب براکت رو باز و بسته، اولا براکت رو باز و بسته نماینده آرایه، دارم میگم استرینگ و نامبر، یعنی هم میتونه استرینگ باشه هم نامبر، هیچ مشکلی نداره. اوکی هم هست، کنسول دات لاگ هم میزنیم و مقدار دیتا رو میزنیم. هیچ اروری برنگردون توی کامند پرامپت نگاه بکنید، هیچ اروری نداری. F5 رو میزنی و میبینی که به این شکل قرارش داره. به اینو میگن لیست، یه نوع آرایه هستش. خب لیست چیه؟ تلفیق متغیرهای دیگه است. نامبر استرینگ. اینجا پایپ، پایپ یعنی چی؟ یا الان من میام اینجا تعریف کنم مثلا بولیان، شما میتونی بولیان هم این انتها بذاری، هیچ مشکلی نداره. قبلش مشکل داشته، قبلش مشکل داشته، یعنی اگه شما اینجا بولیان نبود اومدی میذاشتی و همیگرد میگه اصلا تو حق نداری فرق بولیان بذاری، ولی الان من اینجا بولیان رو هم اضافه میکنم، این شکل میذارم و بولیان رو هم قبول میکنم. حالا اگه مثلا بخوام نال هم داشته باشم، تایپ آقا نال هم میخوام، نال میگه اوکی، نال نال آقا جان مثلا میام اینجا نال رو هم قرار میدم، هیچ مشکلی نداره. چیزایی هست شما یاد گرفته بس میتونیم یه دونه بیایم آرایه تعریف بکنیم از چهار تا چیزایی هستن که بیشتر توی نال، سه تا اون نال زیاد واسه جایی که خالی باشه بعد استفاده در واسه تو متغیری هستش که ما خیلی استفاده میکنیم تو کارامون. حالا سمت دعوا دیتابیس که میخواد بیاد یا استرینگ یا نامبر یا بولین دیگه، این سه تا که بیشتر خارج نیستش که مثلا بگی برگرد بگی چیز دیگه میخواد بشه. حالا ممکنه تکست بیاد بینش کاما باشه، خب اونجا باید چیکار بکنی برای اینکه تبدیلش کنی به آرایه؟ سپلیت. آه ممکنه مثلا شما توی آرایه ای مثلا تو دیتابیس طرف اومده باشه، مثلا دیتا رو قرار داده مثلا گوشه رنگ سبز و رنگ زرد و مثلا رنگ قهوه‌ای، مثلا تو دیجیکالا دیدی گفته مثلا این محصول سه تا رنگ داره، رنگ سبز و آبی و مثلا قرمز. خب از طریق کامایه میای چیکار می‌کنی؟ آرایش می‌کنی، میای نمایشش میدی. همین راحت. توی پی اچ پی حتی، توی سی شارپ حتی، توی جاوا حتی، یه دستور به نام اسپلیت هست همه جایی فرق. خب به این شکل در واقع میتونید بیاید و مدل های مختلف رو اینجا الان نمایش بدید. این برمینه جاوا اسکریپت اصلا برایش مهم نیست، ولی برای تایپ اسکریپت مهمه.